فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه عرضم به حضور شما که امروز هم در حقیقت 25 شهریور ماه هست، 14 ماه می. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنم و بریم خدمت آقای سلیمی نازنین، یکی دوتا نکته رو میخواستم به عرضتون برسونم. من چقدر خرسندم، چقدر خوشحالم، به راستی از صمیم قلب میگم که در طول این مدتی که از طریق رسانه در خدمت شما هستم و خصوصا از دوره‌ای که یعنی از سال 2009 که میهن تیوی فعالیت خودش رو شروع کرد در ماه مارس 2009، الان 15 سال است که به صورت در حقیقت لاینقطع، نمیدونم چه تلاش کردم دنبال لغت فارسی بگردم، بدون توقف در حقیقت در خدمتتون بودم. این رو از این جهت میگم برای اینکه من سالهاست تو این رسانه ها هستم، یعنی درست از دوره‌ای که رسانه‌ها وارد عرصه دوره جدید شدن، یعنی عصر دیجیتال، عصر ساتلایت‌ها، عصر بشقاب‌ها، من همون موقع وارد تلویزیون شدم که از مردم می‌خواستیم که آقا تو رو خدا از اینا بگیرید، از این بشقاب بگیرید و نصابتون هم این عزیز ما باشه، یادش بخیر گرامی، که از میان ما رفت و خیلی دوران عجیب و غریبی بود. امروز که اینجا هستم میبینم که عزیزان کمک میکنن با ما و باور دارن، این باور خیلی مهمه که رسانه رو باور داشته باشی. نمیدونم این حق بازی ها و شالاتان بازی ها که سایر رسانه ها انجام میدن، خوشبختانه ما ازش بری بودیم و دور و تلاش کردیم همونی که هست رو به شما نشون بدیم. بارها گفتم راجع به این شماره هایی که میفته، نمیدونم چند نفرن، کجا هستن، نمیدونم اینها، که این شماره ها رو پولی میبرن بالا. گفتم من هیچ وقت از روز اول حاضر نبودم این کارو بکنم، یعنی مثلا فیسبوک میگه 5 دلار بدی اینقدر مخاطب داری، نمیدونم 10 دلار بدی اینقدر، 1000 دلار بدی اینقدر. خب این وقتی که این شماره تو فیسبوکت بره بالا یا تو اینستاگرامت بره بالا، وقتی ویدیو رو اونجا قرار میدی، خب اگه چند هزار نفر فالوور داشته باشی، حالا از این چند هزار نفر فرض کنید که 25% دیگه حداقل یه چهارمشون کلیک کنن، خب تو ببین تعداد کلیکات چقدر افزوده می شود. ولی من اینو هیچ وقت اجرا نکردم و همیشه باور داشتم به این که باید سیر طبیعی خودش رو طی کنه و امروز می بینم که خوشبختانه ما در نقطه خوبی قرار گرفتیم، بدون اینکه در حقیقت
تقلبی در کار صورت داده باشین یا از روش‌های در حقیقت حقوقی این شماره ها رو بالا ببریم. این همینی که هست همینه و به همین دلیل طبیعتاً درآمد ما مثلا از یوتیوب خیلی کمه. یعنی اونجوری نیست که شما تصور میکنید که مثلا واو چند هزار دلار اینها، نه این اتفاقا نمیفته واقعا، یا من اون راه رو بلد نیستم، نمیدونم. من این سیر طبیعی رو بیشتر باور دارم. خواستم در مقدمه همینا رو گفته باشم، اما میدونم شما منتظر جناب آقای سلیمی هستید تا هم مسائل اقتصادی رو دنبال کنید، پرسش‌های فراوانی دارید و هم اینکه تحلیل سیاسی ایشون رو پذیرا شوید. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم، بریم خدمت آقای سلیمی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. درود دارم به شما جناب آقای بهوانی عزیز، درود و سلام به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه شما. با روز فردوسی بزرگ، نگاهبان و در واقع بزرگمردی که فرهنگ ما رو در طی این صدها سال سالیان طولانی زنده نگه داشت، برنامه را شروع می کنم. حتما. پاس داشته، روز بزرگ داشته، هزاره ای که خب در سالهای پیش ما دیدیم، بزرگ داشته این فرهیخته انسان، فرهنگ تمدن کشور ماست. و بعد میخواستم اشاره بکنم که علی خامنه‌ای میگه که من نذاشتم که طوس رو خراب کنند، من بودم که فردوسی رو و آرامگاه فردوسی رو نجات دادم از دست بچه‌های حاد. یعنی در واقع بچه‌هایی که خودش بزرگ کرده، سکای هار، نه بچه‌های حاد. که واقعا در یک چنین روزی بهترینه که زبان ما به واژه‌های تیز آلوده نشه، چون از صحبت از بزرگ مرد فرهیخته انسان تمدن و فرهنگ فارسیست. و بعد هم من دیدم که به یکی از این سردارها هم جایزه فردوسی داده بودند آقای بهوان. عجب. یعنی نظر میاد که اون روزهایی که بزرگ مرد و بزرگ زن تاریخ ایران داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو اینها به خاطر مقالاتی که در مورد فردوسی و بزرگداشت فردوسی نوشته بودن، یکی از دلایل سلاخی کردن، کارداجین کردن این دو انسان بزرگ، در واقع دفاع از همین فردوسی بزرگ بود. اونها به ویژه پروانه فروهر واقعا در این زمینه کارهای بزرگی کرده بود، پروانه اسکندری فروهر، و اینها او رو کارداجین کردن. امروز این جنایتکار نمیگه که دستش به چه خونهایی آلوده است که خواهدند فردوسی رو بزرگ داشته باشند در فرهنگ ما. ولی به هر حال امروز چون ملت ایران، مردم ایران او رو به زانو کشیدند و فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی او رو به خاک سیاه دارن می نشونند، امروز به فردوسی پناه باید ببرند. آقای بهبانی، به همین سخنان کوتاه بسنده می کنم. میدونم که به هر حال بزرگداشت فردوسی بزرگ در فضای رسانه‌ای بسیار بسیار با تجلیل‌های بزرگ، با قدردانی‌ها، ارج‌گذاری‌های بزرگ امروز همراه بوده. همینطور. ممنون، سپاس از توجه و تذکرت به معنای فردوسی و روز فردوسی. داشتم نگاه می‌کردم سایت ها رو، تو بی بی سی مطلبی رو دیدم، مسعود آذر برای بی بی سی کار میکنه، نوشته که تا حدود دو هفته دیگر تکلیف رئیس مجلس آینده جمهوری اسلامی و هیئت رئیسه آن مشخص میشه. جمعه گذشته مرحله دوم انتخابات بیرمق مجلس دوازدهم برگزار شد و پرونده این دور از انتخابات هم بسته شد. همونطور که انتظار میرفت، تنها شگفتی انتخابات جمعه گذشته مشارکت زیر 8%
رأی دهندگان در انتخابات کلان در انتخابات کلان شهرهای مانند تهران بود. تیتر این مقاله جالبه، سرنوشت رؤسای مجالس ایران از بابای شهید تا بابای گرفتار سیسمونی، و تصاویری از هاشمی، کروبی، ناطق نوری، این تابلوی در شیر کشخونه، حداد عادل و اون یکی دیگه لاریجانی، کلاهبردار دوم، و بعد این قالطاق در حقیقت قالیباف. الان میبینیم که یه جنگی خودشون دوباره سکای خامنه‌ای به جان هم انداخته، و من فهم کنم خامنه‌ای در این داستان نقش اساسی رو داره بازی میکنه. این دعوایی که بین رائفی پور و قالیباف دست همون رو میکنن، و الان یه سند قالیباف زده زمین که چند صد میلیارد، خیلی پوله ها، چند صد میلیارد ارزم به حضور شما که تومان. چقدر؟ چند صد میلیارد تومان. خب به هزار میلیارد تومان برسه، چند صد میلیارد تومان میتونه به هزار میلیارد تومان هم برسه. به میزانی که رائفی پور پول گرفته، بله ببخشید میان فرمایشتون من وارد نشم. من نخواهش میکنم، همین بود دیگه. و اینکه این پولا رو این گرفته و تو اون جریانی که راه انداخته بساطی برای خودش درست کرده، به هر حال این دوتا دارن با همدیگه بر سر صندلی ریاست مجلس رقابت میکنن. میخوام اساسا از منظر اقتصادی و موضوعاتی که شما همیشه مطرح میکنی، این جنگ رو ببینیم که ریشه در کجا داره، چرا این اتفاق داره میفته، چی شده، بفهمیم. بله آقای بهواری، خیام میگه هرچند یکی زدر در آمد که منم، با نعمت و سیم و زر در آمد که منم. چون کارک او نظام گیرد روزی، اونگاه عجل زدر در آمد که منم. بله بعد ببینید اینها پی در پی اومدن. روزگاری بود این پسرک قالیباف روی موتور سوار می شد، یا اون پسرک 20 ساله 21 20 ساله اومد در 21 سالگی شد فرمانده نمیدونم چی و چی و چی، بعد در 40 خورده سالگی شد خلبان سطح بالا، بعد در 10 سال دیگر بعد از کشتارهایی که کرده بود رفته بود دانشگاه، جوانهای ملت رو، دانشجو رو از بالای طبقه یک انداخته بود پایین، بعد میگفت که من شلاق تو دستم میگرفتم، توی سال 78 جوانان رو سرکوب میکردم، من به آقا گفتم که این اون این هنوز توی خیابان بود، ولی داشت کم کم داشت مثل همین رائفی پور 4-5 سال پیش داشت جا باز میکرد که پول جمع کنه که میلیون ها که به میلیاردر مسلح تبدیل شده. یه نقطه جالب، ببخشید کلامت قطع میکنم، تو همه اینا وجود داره و اینا خودشون رو فرماندهان جنگ معرفی میکنن، فاتحان جنگ معرفی میکنن، در حالی که این جنگ اصلا فاتحی نداشت و هیچ امتیازی برای ایران نبود. در اوج شکست و پشت کردن مردم به این جنگ، خمینی اون دجال دروغگو کذاب مجبور شد که جام زهر رو بنوشد. ولی وقتی به روایت خودشون برمیگردیم، مثلا لاریجانی یا همین قالیباف، اینا پاسدار بودن، اینا تو جبهه و جنگ بودن، ولی اینا اون فرزندان رشیدی نبودن که با جان خودشون از خاک میهن دفاع کردن. اینا همش پشت جبهه بودن، از بیرون میگو لنگش کن. جوانای مردم رو که با عشق میرفتن، با صفا میرفتن برای نجات میهن
و عقیدهشون اینا رو به مسلخ میفرستادن. خیلی نکته غریبیه که اینا مدعی هن ولی اصلا در جنگ شرکت نکردن. این کسی کمتر به این نکته اشاره کرده. خوشحالم از زبان شما میشنوم اکنون. بفرمید ادامه بده. بله. به حضورتون که خب بحث رایفی پور هست، بحث فساد مالی هست، بحث دزدی های سنگین همین فرماندهانی که به قول شما اینها فرماندهان شکست خورده چیز ناپلون به سربازش میگفت که هرگز اشتباه نکن، وقتی اشتباه کردی تکرار نکن، وقتی تکرار کردی اعتراف نکن، وقتی اعتراف کردی دیگه بعد مرحله بعدی خودکشی باید بکنی. اینها البته خودکشی نمی کنن، یه روزی مردم عارض اینها خواهند شد، ولی اینها بارها در جنگ ها چه جنگ های رو در رو اشتباه کردن و بعد ماجراهای زیادی فرزندان مردم رو به کشتن دادن. کاملا درست می فرمایید شما. اما اون چیزی که همین سرداران شکست خورده فاسد که بعد ادعاهای یکی رفت دکتر شد، یکی رفت خلبان چیز شد، یکی خواست جای اون فرماندهان اون جنرال های درس خونده تحصیل کرده که سالها در نظام دانشگاهی و نظام در واقع ارتش کلاسیک پهلوی دوم تجربه کسب کرده بودند، اینها یک شبه ره صد ساله اون تیم سالها و اون سرلشکرها رو و عدادفار در واقع اونها رو میخواستند، اونها رو میخواستن تقلید بکنن، تکرار بکنن. اما امروز همین دوستا، البته به رایفی پورها که رسیدن دیگه، اونها همون چند روز جنگ رو، همون نون جبهه رو، سربازی رو هم نخوردن. اینها فاسدین دیگری هستن که علی خامنه‌ای میگفت دولت جوان، مجلس جوان. و بعد چرا امروز غالیباف آقای بهبهانی کارکش نظام گرفت، اون شعری که از خیام خوندم، و امروز مثل خانواده لاریجانی ها چند ده میلیارد دلار پول جمع کرده و این براش زیادیه، باید خلیت بشه. برای علی خامنه‌ای که این که فرزند نمیدونم خارزاده همسرش هست، برای مشتبه خامنه‌ای، برای اینا مهم نیست. این باندها همدیگر رو به هر حال خالی میکنن، خلیت میکنن، از اموال هم دیگر خواهند برد، بعد به جان هم دیگر که الان متعرض شدن بیشتر متعرض خواهند شد. این جنگ میلیاردرهای مسلح را که چند سالی که من در خدمت میان تیوی هستم بارها گفتم، بارها راجع به این صحبت کردیم، این که جناح روسی چه بلایی به سر اون بقیه خواهد آورد، این که رئیسی که در واقع با روسیه بیشترین کوشش رو کرده که در عامل یکی عامل بی اختیار کارگزار کاملا بی اختیار علی خامنه ای هست، ولی قدرت بالاتر از علی خامنه ای روسیه است. اون چی که داره در ایران اتفاق میفته، به هر حال ما دیدیم جنگ بین رئیسی و غالیباف، خب این یه جنگ واقعی است. اگرچه اومده بودن خیلی جونجونی بودن با هم دیگر در اون دوره ای که مجلس و علی حسن روحانی اینها با هم بودند، ولی امروز این رایفی پور یک در نوچه سیاسی است، یک فرد عجیر کوچک، یک ماریونت، یک پوپک به قول معروف عروسک کوچکی است در دست جناحایی که میخوان غالیباف رو بزنند. غالیباف باید از مجلس بره کنار، باید جای اون یکی دیگر از این تندروها بیاد مجلس رو بگیره، یک جناح دیگه بیاد. غالیباف رو مثل لاریجانی باید ثروتش رو، بخشش رو ازش بگیرن، او رو باید در کنار ببرن، همچنان که به یقین این کار رو با شمخانی و فرزندانش خواهند کرد، با هر کدوم، با ولایتی و پسراش می کنند. اونا باید دنگ خودشون رو بدن. دای بهبهانی فرار سرمایه ها اینطور نیست که اون بابک زنجانی هم که حالا به قول شما هفته پیش می گفتی توی زندان نبود، این ور اون ور توی سفر بود و اینها، یه پاش همون پابندی بود که اونجا هم اگه بود باید پولش ازش میگرفتن، الا تو همون کشورهای گرجستان اینا میتونستن سرمینیستش کنند اگر بخواند. فقط میخواستن سرنخهای پولهای پنهان شده رو که در حسابهای گوناگون بود، اون هم زرنگ بود، اون هم حدود 10 سال 12 سال گذشت، نه مثل اون
بدبخت و بیچاره مهافرید خسروی که او را در عرض مدت کوتاهی یک جوانکی بود از رودبار گیلان که در اون جریانات و شرکت ها دستش به سرعت اعدامش کردند، پولش و تمام اموالش رو هم خوردند. ولی این بابک زنجانی ها حالا اینکه با رایفی پور چه کار خواهند کرد، چون این پولش رو توی اون مؤسسه مصاف گذاشته و اونجا برادرش هم بخشی از این پولهایی رو که میریختند، اون خاطرمون هست که یک لیست انتخاباتی رو این رایفی پور آورده بود و در اون لیست انتخاباتی بعدن همین تندروها، سوپر تندروها و به قول معروف جوانانی که میگن مجلس جوان انقلابی باید بیاد، که علی خامنه ای در مورد دولت هم همینه میگفت، اینها در اونجا کسانی میخواستن اسمشون رو توی لیست رایفی پور بذارند که رایفی پور اون چند نفرش رو در اون دور به بازی نگرفت. الان دارن انتقام میگیرند و اسرار و اسناد رایفی پور رو، پولهایی رو که گرفت رو دارن افشا میکنن. کیها دارن میکنن؟ خودشون. به دست کی دارن میکنن؟ به دست خود قالیباف. به خاطر اینکه اون جناحی که با رایفی پور بود الان رفته راه پیدا کرده در مجلس، بقیه دعواهایی که میتونه روی کرسی ریاست مجلس، فرد اول فرد دوم، اون باندی که از رئیسه رو میگیره، توی اون جنگ قدرت در چیز مجلسه. طبیعیه که در این جنگ قدرت 100% رئیسی هم با قالیباف در دو تا جبهه قرار میگیره. رئیسی میخواد این شرش رو در یک سال آخر قالیباف از شر قالیباف راحت بشه، نجات پیدا بکنه، طبعا محبوبیت خودش رو به قول معروف که محبوبیت نداشته خودش رو یا این وچه ای رو که ضربه خورده، همه دارن میگن این باید یک دوره پایان پیدا بکنه ریاست جمهوری، این میخواد به گونه ای در این دعوایی که یک نیروی هیئت رئیسه، یک رئیس مجلس جدید رو بیاره و در زدوبندی که با این نیروی جدید داره خودش رو تقویت کنه، یک نوع هماهنگی در سال آخر با مجلس پیدا کنه، از اون بر بتونه به هر حال این سالهای آخر که الان بحثای جانشینی علی خامنه ای هست، بتونه شانسش رو هم یا در اون شورای سه نفره یا در اون قدرتی که میخواد جانشین بشه، اگر بخواد یک ولی فقیه انتخاب بشه، حالا چطور با روسیه باید زده بند بکنه اون یه بحث دیگری است، ولی به هر حال خودش رو در این جنگ قدرت بتونه به گونه ای مطلوبیت بیشتری نصیبش بشه. اما ماجرای خود رایفی پور که حتی در یک نمونه های افشا شده های مهمانی، یکی رو برای یک جلسه 145 در یک جلسه انتخاباتی 145 میلیون تومان پول به حسابش ریختند، به حساب برادر رایفی پور 10 میلیارد تومان پول واریز شده. بعد خب این پولا چیه؟ این پولها پولشویی های بزرگه. این پولها از همون ماجرایی که ما بارها گفتیم که چون یک نظام FATF در ایران نیست، این پولها در اون چند ده میلیارد دلاری که و هزاران میلیارد تومانی که از اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز نیمایی و جریانی که من بارها توضیح دادم و فاصله اون با ارز آزاد و کارهایی که داره پولشویی میکنه در صنعت، در خدمات، در همین بازی نظام و بانکی کشور، این پولها پولهای سیاهی است که در واقع در سطح داخل و خارج اینها میان و از یه طریقی دانکهایی رو میذارن به حساب این تبلیغات انتخاباتی. به رایفی پور کمک کرده بودن چون اون لیست انتخاباتی داده بود. این لیست انتخاباتی و اینه همه جنگ قدرت، پشت پرده جنگ پولشویی و فساد و شبکه های میلیاردی هست که میلیارد دلاری و هزاران میلیارد تومانی این هست. جنگی هست که باز عرض می کنم میلیاردرهای مسلح، افراد کفتارها و به هر حال این گورکایی که در قبل بودن، اینها دارن روی قدرت و روی شبکه های فاسد مالی به هم دیگر انجام میدن. آقای مهربانی و قطعا دست علی خامنه‌ای هم در کاره، برای اینکه رایفی پور در یک دوره کاملا حمایت بیت خامنه‌ای رو داشت.
ممنون از شما. بله متاسفانه همینطوره. اشاره به این پولشویی ها میکنی و مسیرش در خارج، فهم کنی که این مسیر خارج چجوری صورت میگه، یعنی برای چه منظوری اینا این پولا رو به خارج کشور منتقل میکنن، چه هدفی رو این پول دنبال میکنه؟ ببینید جناب بهواری، شما اگر بخواید در این 4 سال اخیر یک بار اگر بخواید سرچ کنید ببینید که فرار سرمایه از سال 2017 مثلا به عنوان یک مقطع تاریخی، یک بازه زمانی شما میزنید میبینید نوشته فرار 6 میلیارد دلار، بعد میگه دوباره فرار 18 میلیارد دلار، بعد بیاد برای مثلا در سال 22 میگه فرار 137 میلیارد دلار. اینا نیست که این غلط باشه، در هر بازه زمانی در یک مقطع کوتاه 6 ماهه ارقامی اومده از مجلس و کمیسیون های مجلس و جاهای دیگر اومده گزارش شده، از پتروشیمی فرار سرمایه بوده، از پولاد فرار سرمایه بوده، از در خود دولت از جریان نفت فرارهای بزرگ سرمایه‌ای بوده، بعد در زدوبندهایی که در مسکن ایجاد شد، بازارهای در واقع مبادلاتی و تجارتی که تجاری که سرمایه فرار میکرد. شما در این همین 5 سال اگر ببینید صحبت از واقعا چند صد میلیارد دلار فرار سرمایه است. به فرض اگر در 1 دهه بگیرید یا اگر در 5 سال بگیرید شما صحبت از 200-300 میلیارد دلار حداقل میشه. در همین سال پیش هم، در همین 1 سال پیش هم شما میبینید صحبت از 17 میلیارد یک جای، 6 میلیارد یک جای دیگره. خب این سرمایه ها به خاطر چه چیزی؟ وقتی که ما بارها میگیم که فرار سرمایه باعث شده که استهلاک سرمایه در تولید، در امور داخلی کشور، در سرمایه گذاری برای پالایشگاه های کشور، در سرمایه گذاری برای مدرن کردن پتروشیمی ایران که روزگاری حرف اول رو در خاورمیانه میزد، در سرمایه گذاری های درست در فولاد، در سرمایه گذاری برای اینکه پتنت های مختلف، پیشرفت های گوناگون در صنعت خودروسازی که اونجا چند 10,000 نفر دارن شاغلن، در اون قسمت دارن صحبت گزارش های زیادی ما در 2 سال پیش از خودروسازی میدادیم، خودروسازی با شرکت های تابعه و وابسته به خودش بالای 1.5 میلیون نفر رو در قسمت های گوناگون از شیشه و لاستیک و جنس های گوناگون و اتاق سازی و اینا در چندین شهر بزرگ با خودش در واقع این حد از اشتغال در کشور رو با خودش داره. خود خودروسازی که امروز تبدیل شده به یک فاجعه ای که ما داریم به هر حال ازش صحبت کردیم 7 پیش، تمام اینها در هر یک از این قسمت ها سرمایه وقتی که رفت تولیداتی داشت، تولید به صادرات رسید، پول صادرات دیگه وقتی که اومد بخش بزرگی فرار کرد از داخل کشور. حالا غیر از این که در کار طلا چقدر این پول چقدر رو فروختن به جای اینکه ارز وارد بکنن، طلا خریدن وارد کردن و طلا رو با حباب بالا در داخل فروختند. حالا این بحث رو هم که من 7 پیشم به درجاتی باز کرده بودم جای خودش. در هر سال آقای بهبانی، هر سالی که یک بودجه، یک دوره بودجه بسته میشه، شما میبینید هزینه هایی رو که دولت داره میکنه، این هزینه ها یا بودجه شرکت های دولتی و یا بودجه هزینه های عمومی. شما ببینید دولت و اینها سرمایه گذاری میکنن، بخشی که مال خصولتی هاست سودش رو میبرند و این فساد و رانت های چند 10 میلیاردی هر سال از کشور خارج میشه، خارج میشه به بازارهای ترکیه، از طریق بازارهای کشورهای خلیج فارس، از طریق گرجستان، از طرق گوناگون، از طریق همون بازار عراق خارج میشه از داخل کشور. الان که دوباره نجروان رفته بود ایران، یک مقدار یک گشایش های دوباره ارزی داره وجود میاد اونجا که این با این گزارشی که ما داشتیم این بوده که در این 7 های اخیر این گزارش های، این گشایش های ارزی باعث میشه که دوباره اینا بتونن یک کمی
این فنر دلار رو باز اینطور نگه دارن، ولی از اونجا هم دوباره باز هم به یقین صدها میلیون دلار از این طریق دزدی خواهد شد. به هر حال فرار سرمایه در ایران همواره وجود داشته و این فرار از طریق شبکه های گوناگونی هست، بانک هایی هست که اینها هر دور که تحریم میشه یک مؤسسه مالی جدید، یک بانک دیگر به وجود میاد با یه اسامی دیگر. متاسفانه ما میدونیم در اون سال اول بایدن نتونست بعد از اون ماجراهای تحریم ها که یک مقاومتی در دولت بوده، ولی بعد از شبکه فاسد رابرت مالی و لابی هایی که رژیم جمهوری اسلامی در سال دوم و سوم کرد، بسیاری از این چیزها را به رغم اینکه تحریم ها بود به گونه های مختلف از طریق کارهایی که در با چین داشت تونست خیلی از این چیزها را دور بزنه. خب بایدن هم فشار به چین رو عملا کم کرد در اون بازی قدرت که با چین داشت و جنگ تعرفه‌ای و مسائل دیگر، و به ویژه در این جنگ روسیه اوکراین که ایجاد شد یک وضعیت بسیار سختی برای به هر حال کنترل تحریم ها پیش رفت، چون خود کنترل روسیه هم کار دشواری بود. عملا این جبهه قدرت برای کنترل تحریم ها شل شد و دولت رئیسی تونست در بازارها همون که دیدیم صحبت که آقای نیلی، مسعود نیلی و اقتصاددانهای دیگر گفتن، اینها تونستن تا 35 میلیارد دلار نفت بفروشن و از شبکه های گوناگونی که به چین وابسته بود حمایت می شد تونستن بخشی از این دلارها رو وارد کشور بکنند. خب اسناد اینها هی خورد خورد داره در میاد آقای بهمانی، ولی واقعیت اینه که این شبکه یک طرفش در ترکیه بود، یک طرفش در امارات بود، یک طرفش در قطر هست، یک طرفش حتی در پاکستان بود که اینها در بازار پاکستان هم دوره ای تونسته بودن از طریق اونها هم این تحریم ها رو از طریق چند شرکت و چند بانک پاکستان دور بزنن. و خب در ارتباط با روسیه هم الان هم که بحث جدیدی مطرح است، ریال برون مرزی که اون رو من میذارم هفته دیگر راجع بهش گزارشی خواهم داد، ریال برون مرزی چیه، اهدافش چیه، چه بحثی هست رو میذاریم برای هفته دیگر. ولی به هر حال اون شبکه امروز اون شبکه پولشویی همچنان به کار خودش داره ادامه میده. طبعا این شبکه نتونسته با هزینه های تخفیف های بزرگ نفتی رو کم کنه و به هر حال به ضرر کشور ما تمام شده، ولی اون چه که خصولتی ها بردند، رانت دولتی ایجاد شد، همچنان ما داریم آثار این رانت دولتی رو در کشور ما میبینیم. در دست کوچیکترا همین رایفی و پور و اینها هستند، بزرگترانشون هم که همون غالیباف و دیگران هم که دارن با میلیاردها بازی میکنن. آقای بهبانی همطور، ممنون از شما. یه خبری بود راجب این یارو مردک ساداتی نژاد، یه آدمی به نام جواد ساداتی نژاد که مدتی وزیر جهاد بوده، جهاد کشاورزی، جهاد کشاورزی بوده، بعد تو ماجرای چای دبش و نمیدونم وارد کردن خوراک دام طیور و اینا دست به تقلبات زدن، ضمن این که وزیر بوده یه شرکت هم داشته و از طریق اون شرکت میلیاردها پول بلند کرده، چند میلیون دلار پول فقط از طریق داستان معادل 3,370,000,000 دلار. اصلا رقما عجیب و غریبه، یعنی مردم در فقرن ولی اینا از صحبت از میلیارد میلیارد دلار، هر بار که راجع به اختلاسی صحبت میشه صحبت از میلیارد میلیارد دلار میشه، حیرت انگیزه. شما راجع به این داستان ارز الان گفتین و اینکه ممکنه که قیمت دلار پایین بیاد، در حالی که شما همیشه بر این پای فشردی که اینا دروغ میگن و قیمت ارز بالای این حرف هست. اما همچنین در مورد داستان بورس شما همیشه هشدار دادید که این بورس یه دامه برای مردم بیچاره. میخوام بپرسم الان
این سقوطی که صورت گرفته که میگن بی سابقه بوده یه همچی سقوطی، چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ چقدر توضیح بدین خوشحال میشیم. بله بله، چون اشاره کردید به مسئله ارز، حتما که امشب بهش خواهم رسید. آقای بهبانی، صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار طلبکاره از دولت. دولت بالای 1200 هزار میلیارد تومان بدهی‌ها به بانک‌ها و غیرزالک داره. بخشی از این دلارها رو پمپ کرده و پمپ میکنه که بتونه قیمت دلار رو پایین نگه داره. این رو میرسم امشب دوباره که اینا به چه قیمتی این دلار رو، این چه بازی بسیار خطرناکی بود که دارن میکنن. اون پولایی رو که بدهی داره به دلار رو گرفته، یعنی خود دلار رو، نه به دلاری که از بانک مرکزی میگیره، هم ارزش پول نقد میگیره وقتی از بانک مرکزی میگیره، ولی وقتی از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه، خود موجودی های دلار رو خورده و بعد به هدر داده و بعد پمپ کرده به بازار و بعد اونها رو به ارز ترجیحی داده، به کالاهای اساسی داده، اونو خورده که تونست دلار رو نظر بره بالا 75 و 80 هزار تومان. بهش خواهم رسید. اما بورس رو، بورس در این، ببینید یه گزارش 10 روزه از بورس هست. البته بورس در تمام این ماهای اخیر مدام از وضعیت میگن بورس خونین شده، بورس سرخ شده، بورس سرمایه های کوچک خودش رو از دست داده. بورس در عرض 10 روز، آقای بهبانی، در 10 روز اخیر حدود 1000 میلیارد تومان سرمایه های خرد کوچک از بازار بورس خارج شدند. در گزارش هایی که با هم پیوسته بشه چند خبر مهم. در سال 1399 اتاق هایی در مجلس، کمیسیون هایی در مجلس و دولت تشکیل شده. اخبارش رو در همین تالار اقتصادی البرز ما از زبان کسانی، اقتصاددان های از داخل کشور گزارشش رو آوردیم که گزارش هست از داخل و به امروز دیگه بحثش همه توی ایران جریان پیدا میکنه، نه به قول اینها اقتصاددان های برانداز که ماها رو منظورشون هست، در خارج داریم به اصطلاح شایع پراکنی نمی کنیم. نمیرسیم به این موضوعات، حتما به این موضوعات. 200 اینها میخواستن آقای بهبانی سال 1399 یا تقریبا شروع 1400 200 هزار میلیارد تومان در بورس سرمایه گذاری بکنند و بعد از اون وقایعی که در اونجا، نوسان‌هایی که در بورس صورت گرفته بود، گفتن آقا سرمایه های کوچیک رو خارج کنیم از بورس، بورس رو، بخش بزرگی از بورس رو بذاریم دست خصولتی ها. و این تصمیم رو در این 2-3 سال اخیر آرام آرام گرفتند و به تدریج کسانی که کلیه فروخته بودن، یخچال فروخته بودن، سرمایه زندگیشون رو فروخته بودن، کسانی که بخش خصوصی کوچک بودند، اینها رو به تدریج زدن بیرون. و این یکی از این دوره هایی که بخش بزرگی از اینها رو زدن بیرون، همین 1000 میلیارد تومان بخشی از اون، همون در واقع تاریخی هست که ما داریم برای چند سال اخیر صحبت میکنیم. خب گزارشگران داخلی از این صحبت میکنن که فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس، میگه که 80% بورس، آقای بهبانی، دست دولتی ها و شبکه دولتی هاست. اون 20% دیگری از بورس یا فرابورس که هنوز وزش تقلق هست، و اونها رو هم باید اینا دارن مدام اینا رو تخلیه میکنند. بخشیش از اون صاحب های گوناگونی بود که دولت به اصطلاح شرکت هایی رو فروخته بودن، داده بودن، دارایی کم، نمیدونم دارا فلان اینا. این بحث ها رو بخش اون 20% که هنوز دست دولت و خصولتی ها نیست، که در حالت تعلیق به سر میبره و وضعش روشن نیست، اون بخش کوچکی از این رو داره و مدام دارن اون رو هم باز میخورند و اون رو کوچک و کوچکتر میکنن. به هر حال خود این آقا، این فرد کارشناس، میگه این را دیگر نمیشه بازار و سرمایه گفت، چون این بازار و سرمایه معنایی داره. و بعد دیگه حالا ببینید در هر دوره اینترن انفورمیشن ها رو،
اطلاعات داخلی رو خودشون فروختند و به دنبال این که دست خصولتی ها و دولتی ها بود. اصلا این در جاهای دیگر جرم بزرگه، حبس طولانی داره، ماجراهای بزرگ داره. اینها چون همه دست خودشونه در دوره های تصمیم میگیرن و سعی میکنن که اون به هر حال وضعیت هایی رو ایجاد کنن که بخش کوچک خصوصی همیشه بازنده است. یعنی یه قمارخانه ایه که قمارخانه دار از کنار با کسانی اسرار و مسائل رو میگه و افرادی که میان تو اونجا قربانی میشند و میبازند و میرند. ما سالها گفتیم که وارد بازی بورس نشوند هم میهنان ما. بارها گفتیم این تالارهای بورس قمارخانه های بزرگی است که به دست حسن روحانی وزیر اقتصاد فرهاد دشپسند و دیگران و مهره هایی که الان هستند که به مراتب هم خطرناکتر و فاسدتر از دور قبل آقای مهبانی. در هر صورت بورس وضعیت بسیار سختی رو داره طی میکنه و این 200-250 هزار میلیارد تومانی که در این دو سالی دادند بورس رو سهام رو خورد خورد خریداری کردن، بخش عمده اون رو به گونه ای به شستا سازمان تامین اجتماعی، بانک های شبه دولتی واگذار کردند. به این ترتیب از بازار سرمایه یا بازار بورس چیزی باقی نمونده به عنوان یک بازار واقعی سرمایه. و این بعد گزارش دیگر اینه که فعلا این 1000 میلیارد تومانی که در این روزهای اخیر از بورس خارج شده ردش رو یک عده از اقتصاددان ها اتاقهایی ندارن میگیرن ببینن که این سرمایه که فرار کرده الان کجاست، وارد طلا شده، وارد خودرو شده، وارد کدوم بازار داخلی کشور شده، که خودشون هم دنبال اینن. به هر حال ما مسئله بورس رو دنبال خواهیم کرد و در هفته ها و روزهای دیگر گزارش های اکتوال دیگری میدیم. آقای مهبانی، تو فرمایشت اشاره داشتی به داستان همین دوباره چی بود؟ بدهی های دولت. بازم دعوت میکنم از دوستان به تالار اقتصادی البرز در کانال تلگرام مراجعه کنیم. من این چند تا کانالایی رو که به شما معرفی میکنم میبینم که خوشبختانه توجه میکنید و منم خرسندم. یکی هم روشنگران مزدور ستیزه، بعد همین کانال تالار اقتصادی البرزه که متعلق به آقای سلیمیه، دیگری هم هز.کامه که کار دوست بسیار خوب هممون آقای حمیدرضای رحیمی، همون فدوی سابق. این کانال ها به راستی روشنگرن و کمک میکنن به ما برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. طلب 100 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی از دولت رو بهش اشاره کردی. یه مطلبی رو دیدم دوباره اینجا تحت عنوان فرار سالانه 500 میلیارد دلار سرمایه از کشور. فرشاد مؤمنی ظاهرا به این داستان اشاره داشته و می نویسد که تهران اکنون 1 میلیون مسکن خالی دارد و بخشی از تورم کشور مرتبط با آن است. بخش زیادی از سرمایه بانک ها در این حوزه خوابیده است و بانک ها نمی توانند وام دهند. به گزارش جماران، کمال عطاری پژوهشگر توسعه در نشست بررسی تله‌های قضایی فقر در ایران به بیان مفهوم تله قضایی و ارتباط با فضای توزیع رانت به ویژه در شهرهای بزرگ پرداخته. به گفته این پژوهشگر توسعه، سیستم ناقص یا بیدانشی شهر را نابود می کند و سکونتگاه های غیر رسمی به عبارتی تله های فضایی ایجاد می کنند که تنها شامل فقر هم نیستند و می توانند تله رانت هم باشد که با تراکم فروشی شروع شد. این خدا نگذره از این مردک که اومد این داستان تراکم فروشی رو آغاز کرد، اون شهردار بیوجدانی
که بعدها خودشو اصلاح طلب و این گونه و اون گونه و مشاوره کروبی و اینا معرفی کرد. یه قدر این دارم خواهد راجب این اوزای فرار میلیارد ها برامون بگین چیه داستان؟ ببینید آقای بهبهانی، شنوندگان ارجمند، ایران دهه های آخر قرن بیستم و این دو دهه قرن بیستم به تحقیق ثروتمندترین کشور جهان بود از لحاظ منابع گاز و نفت، از لحاظ بعدن وضعیتی که در جغرافیایش داشت، امکاناتی که این کشور داشت و سرمایه هایی که در حال گسترش بود در یک دورانی. یعنی اینه نمیشه، البته من با کشورهای غرب پیشرفته غرب مقایسه نمی کنم، با کشورهای در حال توسعه و کشوری که منابع بسیار بسیار به تحقیق بالاتر از خب ما میدونیم نفت ایران، گاز ایران، همه اینها در رقم اول، دوم، سوم وجود داشتیم ما و اون سرمایه هایی که ما در دورانی انباشت کرده بودیم. یک رژیمی از تعدادی ملای فاسد 80 نفر در خبرگان بد شدن، زاد و ولد کردن فرزندانشون و یک عده دزد و فاسد و همین به هر حال که اول با کلت کمری بازی میکردن، بعدن کم کم ارتش رو گرفتن، سپاه رو گرفتن، بعدن با موشک، الان با موشک بازان شدند که زمانی خب به هر حال با چاقو توی محلات قلدری میکردن، تازه اون موقع سنشون هم نمیرسید، چند تا اون اصلی هاشون اینطور بودند. این لاتولوت های فاسد جنایتکار که این کمیته های محلی رو گرفته بودن، بعدن رفتن میلیارد ها رو گرفتند. خب شخصیت هاشون هم میدونیم که ها هستند و اینا. اما این ثروت هایی که اینها در این 4-5 دهه بردند آقای بهبهانی، به یقین بالاترین میزان دزدی و پول هایی بود که شما میدونید، ما خبر داریم، فقط احمدی نژاد در عرض اون چند سال حدود بیش از 800 میلیارد تا 1000 میلیارد دلار پول نفت فروخت، نفتی که به بالای 100 دلار رسیده بود و هر سال حدود 115 تا 130 میلیارد دلار نفت و میانات گاز و اینا می فروخت. خب این 8 سالی که احمدی نژاد بود، بعد اینها سبب، چرا اینا میگم، یک چنین میزان از ثروت و انباشت ارز در کشور که اینا به غارت بردند بی سابقه است در سطح جهان. همین شما الان دارید یک گزارشی از صحبت از بالای 1 میلیون خانه خالی است. مردم ما کجا میخوابند؟ این یه زمین رو نشون میده این ویدیوها، مادری 3 تا بچهش رو یه جایی رو چال کرده، بالای چال یه لاستیک گذاشته، یه پلاستیک گذاشته، روحاش سنگ گذاشته، اون بچه ها توی اون گودال داره اونجا بچه بزرگ میکنه، یا توی کانکس، یا توی اتوبوس خوابی، یا توی، واقعا باید گفت که خدا به سر این جنایتکاران چه آوردن به سر ملت، به سر خود اینها آوار بشه. آخه چطور ممکنه کشوری رو که با این همه ثروت، شما با این همه خانه خالی، وقتی که میگیم آقا یک انقلابی باید بشود، باید همه چیز زیر رو بشود، آخه چطور میاد یکی میاد میگه آقا ما هم بسازیم که فلان کنیم، انقلاب بشه فلان میشه. آقا این انقلاب اگر نشه، درسته که یک بچه های از انقلاب آثار منفی اونه، ولی انقلاب به معنای زیر رو شدن این ساختاری هست که ما داریم میگیم. بنده به عنوان یه فرد اقتصاد خونده، منظورم از انقلاب گیوتین و نمیدونم فلان روبسپیر و اینها نیست. این طبقه ای که اومد قدرت رو گرفت، خانه رو گرفت، پول رو گرفت، صندوق توسعه ملی رو گرفت، همه چیز رو از مردم گرفت و هیچ چیز به مردم نداد، نه آب داد، نه گاز داد، نه برق داد، نه خانه داد، زمین هاشون داره، خانه هاشون داره با رانش زمین از بین میره، هواشون مسمومه، غذاشون مسمومه. اینه که هیچی نداد، از گلوی مردم کشید. اینها باید کنفه کن بشن. آخه چه سازشی ما با اینها داریم؟ ما با اینها سازشی نداریم. ما زبان آشتی ناپذیریست.
آشتی ناپذیری به معنای انقلاب مسلحانه نیست. ما با این جنایتکاران، این دوست ها، این فاسدین، این اختلاس کاران زمانی برای تفاهم ندارد. آقای بهبانی، یک تغییر بزرگ ساختاری باید بشه. این خونه ها در عرض مدت کوتاهی در تهران و در شهرهای دیگر باید مردم، بچه های مردم، کودکان و سرپرست باید به سرعت در این خانه ها برند. صاحبان این خونه ها رو باید، مسائل زیادی ما داریم در اون عدالت انتقالی، این پول هایی که اینها بردن و این پول آقای بهبانی 74% از شبه پول ایران، نقدینگی ایران در دست 1% از این، تازه رقم 4 سال پیشه، 1% از ملتی میلیونر های ایرانه. 74% از، یعنی بگیرید 3/4 نقدینگی کشور حبس شده و دارن سودشو میبرند. اینا کیان؟ اینا همین حکومتیان، همین فرماندهان سپاه پاسدارانند، همین بیت خامنه ای، 1000 و خورده خانواده اند اینا و یک عده انگل هایی که کنار اینا هستند مثل رایفی پورها، انگل هایی که بخش کوچکی از الان باقی مانده نیروهای متوسطه، اون بالای بالا که در زدبند های فساد با اینها هستند که خون مردم رو دارن میخورند و عده از اینها فاسدینی هستند که در بیرون اومدند. طرف یا به نام سیاسی اومد و فاسده، به نام سیاسی اومد، پاسپورت سیاسی گرفت، حالا به هر اسمی فرق نمی کنه، چپ یا راست اومده، ولی عناصر فاسد این رژیمه، دلالان پولشویی های این رژیمه در امریکا، در فرانسه، در همین آلمان، در اینها هستند. هنوز وقتی با شما حرف میزنن میگن که این انقلاب فلانه، شاه فلانه، با شما بحث سیاسی هم میکنند چون به اصطلاح انتلیکتویل هم تشریف دارند. این رژیم بهتر از اون رژیمه، اصلا نمیدونن در کجا دارن زندگی میکنن. همون میلیون هایی رو که در داخل، یه پاشون تو داخله، یه پاشون تو خارجه، دلالان پولشویی های این هند و این فاسدین بخش کوچکی هستند که به اون 1% که 74% رو داره، 1 چند درصد دیگر هم در انگل ها ریزخاران اون هند. خب ما از اینجا هر چقدر شما ببینید در هر حیطه ای که ما وارد شدیم، در نظام بانکی وارد شدیم، در نظام مالی کشور وارد شدیم، در سیستم بورس و سرمایه وارد شدیم، در قسمت تولید وارد شدیم، هر جایی که ما وارد شدیم به تشریح گفتیم که چطور اینا دزدی کردن و فساد به پا کردن. آخه این همه اشتها داشتن، این اشتهای روحانیت، آخه واقعا چی میگفت ناصر خسرو قوادیانی؟ از شاه سوز زیفقی چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اشتها شدم. واقعا این همه اینا اشتها داشتن، چه اشتهایی داشتن این اجدهاهای بزرگ های بهبانی که همچنان دارن میخورند، خسته نشدند، استسقا نگرفتند اینها. شما ببینید، شما از 1 میلیون خانه خالی صحبت میکنید، دولت از شبکه فساد صحبت میکنید، دولت ایران رو ببینید چطور بدهکاره. تمام اموال صندوق های بازنشستگی رو خالی کرده، بیش از 600 هزار میلیارد تومان از صندوق های بازنشستگی گرفته، 100 میلیارد دلار به 65 نگیر، 60 نگیر، هر دلار 60 بگیر، 40 هزار دلار رسمی اینا، 41 هزار دلار بازار رسمیشون، 100 میلیارد رو ضرب در 40 هزار بکن، ببین چقدر از صندوق توسعه ملی گرفته. حالا 2 ماه 5 ماه 6 ماه دیگر دلار 60 هزار تومانی ارزانه، مثلا دلار رسیده بود به 70، فرقش با 60 هزار که الان هست ارزانه. اون 10 هزار تومان رو با این قرض هایی که از صندوق، از بدهی هایی که رئیس صندوق، معاون صندوق توسعه ملی میگه آقا این پول سود شده، این پول رو نمیتونیم بگیریم، پول رفت آقای بهبانی. 100 میلیارد دلار رو دولت رئیسی خورد. ببینید
گزارش اقتصاددانهای داخلی ما چیه؟ میگه وقتی که روحانی رفت آقای بهبهانی 333,000 میلیارد تومان بدهی گذاشته بود برای رئیسی. رئیسی که رفت، رئیسی که بره، یعنی تا همین الان که 3 سال هست، 528,000 میلیارد تومان از صندوق، فقط از صندوق توسعه ملی تفاوتشه. یعنی میزان بدهی که در عرض 3 سال گذاشت تقریبا دو برابر شده، پولی که از صندوق توسعه فقط برداشت کرد. و کل بدهی های رئیسی، دولت رئیسی در این 3 سال الان حدود 1,200,000 میلیارد تومانه. خب این ارقام اصلا قابل تصور نیست. این بدهی های یعنی 1/3 تولید ناخالص داخلی رو الان که تولید ناخالص داخلی رو گزارش کردن به خاطر اینکه دلار ارزشش بالاتر رفته و پول ملی پایین اومده، میگن تولید ناخالص داخلی دیگه 338 میلیارد دلار نیست، یک چیزی تقریبا حدود 200 میلیارد دلار شده. این ارقام تکان دهنده است. کسانی که برای اقتصاد ایران، برای جامعه ایران دنبال اینن آقای بهبهانی که ساخت بنویسند، سند استراتژیک تهیه کنند، در خارج کشور چنین ادعاهایی میکنند، قانون اساسی نمیدونم سندش رو بنویسند یا پلتفرمی برای ایران بنویسند، وضعیت کشور ایران رو توضیح بدن، ازشون تقاضا میکنم اینا به فروتنی بدارم، از به شما میگم وارد این کانال البرز بشید، از شما تقاضا میکنم، شمایی که در جامعه شناسی، در پلتفرم نویسی، در ادعاهای قانون اساسی نویسی هستید، در این 6 ماه به اسنادی که ما از سایت های اقتصادی جمع کردیم، از سایت های گوناگون جمع کردیم، بیش از 2,000 فایل گزارش اقتصادی هست، رجوع کنید دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، رجوع کنید، نیرو بذارید، باور کنید که خیلی مسائل رو اونجا افکار شما تغییر خواهد کرد. من مطمئنم، چون من خودم سالها دنبال اخبار اقتصادی بودم، ولی ما یک اتاقی احتیاج داشتیم و داریم که اینها را متمرکز برای شما گزارش بکنه. وقت بذارید، خواهش میکنم، قبل از پلتفرم نویسی، قبل از توسعه و گزارش استراتژی و تاکتیک و اینا نوشتن، یکی دو ماه وقت بذارید این مسائل اقتصادی و اجتماعی ما رو بخونید. از ما نیست، از گلو و شکم ما نیست، از مسائل داخل کشوره و درست‌ها رو ما جمع کردیم برای شما. و این رو از این نظر میگم آقای بهبهانی، گزارش های هولناک در سایت های داخل کشور، در تلویزیون ها، سایت ها، در ویدیو ها، در درس گفتار ها، در صحبت اقتصاددان های داخل کشور، و این اسناد در این 2 سال تقریبا بخش بزرگی فاش شده، آشکار شده. و اینجاست که ما ضرورت یک تغییر ساختاری و بنیادی رو در کشور ما حس می کنیم و ضرورتش رو توضیح میدیم. فساد، پولشویی، بدهی های دولت، دولت در واقع دست تعدادی از مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و باندهای از خودش رو فراهم کرد و به رایگان به اینها دست اینها رو باز کرد. حالا اگر ساداتی نژاد رو یه جا گرفته، اون دیگه خیلی دیگه پررو شده بود، میخواد مثل اون مواد فروشانی رو که خود سپاه پاسداران گاهگاهی گوشمالی میداد، داره بهش میگه تو از مرزت گذشتی، و الا 100 نفر دارن که در مرز دارن با اینها بازی میکنن، دستور رئیسی و قالیباف و علی خامنه ای و اینها را دارن میبرن، چون از مرز فعلا خارج نشدند و چون هنوز به میلیاردی نرسیدند، اونها را دارن از طریق اونها دارن کار میکنه دولت رئیسی، بدهی پشت بدهی، و این بدهی ها رو داره تقسیم میکنه بین این چند هزار نفر فاسد و از طریق اونها داره دانگ میگیره. ببینید این رئیسی قاتل رو ببینید، یارو میگه میخواست سفر استانی بکنه، میگفت من حتما
دو شکی که برای من باید بیارید دو شکیه که بعد با هواپیما براش دو شک چیز کفنش دو براش بردن دعای مهمان. یک ملایی که 2000 قیمتش بود در یه سفر استانی، همچنان که قبلا افشا کرده بودن اسبای علی خامنه ای و دوروری هاش دو براش در سفرها می بردند. ببینید به کجا رسیدند اینها. هیچ دو شکی در اون استان پیدا نمی شد. در خراسان بود، کجا بود که از تهران اومدن به هواپیما برای اینکه دو شب اونجا کپه مرگش رو بذاره، براش دو شک ویژه از تهران براش بردن. آیبه به همین دلیل است که من از همیشه هم تو برنامه خودم هر جا که فرجه‌ای بود دعوت کردم مردم رو که به این تالار اقتصادی البرز، همونطوری که گفته میشه نوشته میشه، با این تفاوت که حرف اول تالار تی و حرف اول اقتصاد ای و حرف اول البرز ای رو، این سه حروفش رو بزرگ بنویسید، تالار اقتصادی البرز. و همیشه گفتم بازم دعوت میکنم دوستان. یه چند تا نکته بود تو همین تالار اقتصادی، خواستم توجه دوستان رو جلب کنم، از شما بپرسم و خواهش کنم قدی راجب شرف بزن. امین بیدی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کننده های سازه های فولادی ایران در درخواستی سریع از مجلس گفت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنید. میدونی که ایران تو این زمینه کارهای زیادی رو انجام میده و در صادرات همین سازه های سوله سازی و اینها، خب در کشورهای مثل سوریه، عراق، کردستان، اقلیم کردستان و لبنان، ارزم به حضور کشورهای آسیای مرکزی، همه اینا تو این زمینه ها فعال است. امین بیدی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سازه های فولادی ایران میگه که خسته شدیم از بازی خوردن. از نمایندگان مجلس میخواهیم هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنند. بخش خصوصی هم هوش و هم پول دارد و هم می داند کجا سرمایه گذاری کند. مشکل این است صبح که می شود نمی داند چه نسخه ای براش پیچیدن. اینو داشته باشیم. بریم سراغ مسعود نیلی و گفته که اقتصاد کشور ما دو موتور رشد دارد که یکی نفت و دیگری صنعت است، که در حال حاضر هر دو موتور رشد اقتصاد کشور یعنی نفت و صنعت خاموش است. با بررسی روند نزولی دو بخش صنعت و نفت در اقتصاد کشور بیان کرد موجودی سرمایه قسمت‌های چون نفت و گاز و کشاورزی، صنعت و خدمات را شامل می شود. هرچه صنعت و نفت در موجودی سرمایه ما سهم بیشتری داشته باشد، زایندگی اقتصاد بیشتر است و به عبارتی از یک واحد موجودی سرمایه تولید بیشتری حاصل می شود و بالعکس هرچه سهم قسمت های مثل خدمات بیشتر باشد نتیجه معکوس دارد و تولید سرمایه کمتری به دنبال دارد. دیروزم یک گزارشی میخوندم، احتمالا از همینجا بوده، در مورد اینکه چند هزار واحد صنعتی، کارخانه ها در ایران، چند هزار کارخانه در ایران تعطیل شده. دارم میخواد یه قضیه راجع به این دو موضوع، بخش خصوصی نمیدونه و موتور رشد اقتصاد کشور خاموش است، برامون بگید که چیه ماجرا. آقای بهبانی، چشم، حتما. من یک چیزی رو همین الان گفتم، این
یک نکته رو باید با پوزش اصلاح بکنم. اون قسمتی که عرض کردم که بدهی ها رو که توضیح دادم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، برداشت دولت از توسعه صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به پیمانکاران خصوصی که بخشی از اونا خصولتی ها هستند، اینها انواع بدهی هاست که دولت داره که عرض کردم به 1200 خورده هزار میلیارد تومان میرسه. ولی بعد اشاره کردم به این که موقعی که روحانی در سال 1400 داشت ترک میکرد، کلن 400 و اینجا رو باید اصلاح بکنم، 434 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، اسناد خزانه و اوراق بدهی، یعنی این اوراق بده بهادار پخش میکنن برای اینکه بتونن در واقع کسری بودجه رو به گونه ای تامین بکنن و با اوراق بدهی یعنی توازن ایجاد کنن که دولت بتونه بعد در زمان باز پرداخت کنه اونها رو. روحانی 434 هزار میلیارد تومان در مجموع اوراق فروخته بود در عرض 8 سال و بعد 335 هزار میلیارد تومانش رو موقعی که داشت تحویل میداد نتونسته بود باز خرید بکنه اوراق رو، چون اوراق زمان داره، باید بعد به تدریج دولت های دیگر اون اوراقی رو که پخش کردن باز خرید بکنن با سودش. یعنی کل بدهی روحانی در پایان اون دوره اصل پول و فر پول که سودش باشه 335 هزار میلیارد تومان بود. اما رئیسی، او در 8 سال این کار رو کرد. رئیسی که این همه ادعا میکنه تولید ناخالص 6% رشد داره، نمیدونم من نقدینگی رو پایین آوردم، تورم رو فلان کردم، همه اینها رو ادعا میکنه و دروغ میگه و جعل میکنه. ببینید این چی کار کرده شنوندگان عزیز، 752 هزار میلیارد تومان اوراق پخش کرده، اوراق انتشار داده و الان که 3 سال گذشته بدهیش تقریبا دو برابر زمانی است که او روحانی ترک کرده، یعنی 528 هزار میلیارد تومانش رو از مردم نتونسته باز خرید بکنه، یعنی بدهکار مردمه. مردم منظورم همون سرمایه‌گذارانی هستن که پول رو در دست خودشون دارن، ولی این 752 هزار میلیارد تومان رو به جیب پول ملی اوراق چاپ کرده، یعنی بدهی بالا آورده. یعنی اینکه اگر ما میبینیم داره یارانه ای به مردم میده، یارانه نانی میده، یارانه سوختی داره میده، ارزش پول ملی رو کرده جز اون 10 تا پولی که در دنیا کم ارزش ترینشونه، یعنی در واقع مردم رو فقیر کرده، تورم مالیاتی گرفته، پول ملی رو نابود کرده، دولت رو بدهکار کرده. و الان آقای بهبهانی در عرض این 1.5 ماه 35 هزار میلیارد تومان اوراق چاپ کرده، یک قرون هم نتونسته بفروشه، چون دیگه در زمان روحانی مردم اوراق رو می‌خریدن، یک دی می‌خریدن. الان دیگه کسی به دولت اعتماد نداره که بره اوراقش رو بخره. از این 35 هزار میلیارد تومانی چون بدهکار بزرگ در زمینه اوراق، اوراق بدهی، اوراق مشارکتی، این کسانی که اینا رو می‌خریدن، البته در اون موقع هم به زور به بانک‌ها می‌فروختن، چون امروز دیگه بانک ها هم وضعیت زیان هم باشته بالا هست، کسانی که در واقع خرد سرمایه هایی دارن یا بانک هایی که دیگه الان زیان هم باشته بالا دارن نتونستن اوراق بدهی رو بخرن. این گزارش رو داشته باشید. خب برسیم به اون نکته ای که شما الان اشاره فرمودید که آقای نیلی اقتصاددان به هر حال جز اون اقتصاددان هایی هستن که خب کار کردم. ببخشید من یه سوالم اینه که این بدهی های دولت، یعنی من به عنوان یه پیمانکار که در اون دوره ها کار کردم و سپرده حسن انجام کارامو نگرفتم،
یعنی منم جزء طلبکارای دولت حساب میشم یا اون پولا شما اونجا بری تکی بزرگ گوشت جرایمی که مرتکب شدی فقط باید بتونی اونجا بیش از طلبه برای شما پاداش منفی داری شما پاداش منفی بسیار ولی خب مزه جالبی بود عرض بخصوصتون که اون چه که الان شما اشاره فرمودی که در مورد نفت و صنعت که این هر دوتا رو این موتور رو خاموش کرد آقای مهوان نه تنها البته خب آقای نیلی در جاهای دیگر گزارش های بیشتری در مورد اصلا کل اقتصاد مسئله بازارهای مالی و جزء اقتصاددانهایی است که خوشبختانه من یه اشاره باز بکنم ببینید آقای مهوان یه پدیده ای در ایران علی‌رغم این که اون جواد لاریجانی فاسد 10 سال پیش گفته بود که علوم دانشکده های علوم انسانی رو باید به حوزه های علمیه پیوند بدیم اینا میخواستن همه را دانشگاه امام صادق بکنند و میخواست علوم انسانی رو درش دخل تصرف کنه و این رو از بین ببره دور قبلم که تعداد زیادی از اساتید بسیار فرهیخته کشور از جمله خود این آیه مسعود نیلی رو که واقعا وجودش ارزشمند بوده همراه با چند اقتصاددان و چند ده به هر حال اسمای زیادی هنوز هستند خوشبختانه آقای بهوانی من 35 سال پیش در دانشگاه بن که بودم یک استادی داشتیم به نام راینارد زلتن که این توی گیم تئوری یا در آلمان میگن اشپیل تئوری این 10 سال بعد از اینکه بیشتر 15 سال بعد از اینکه بازنشسته شده بود در اون زیرزمین دانشکده اقتصاد در دانشکده بن یک ساختمان 3 اتاقی رو داشت که یک زمانی منم اونجا بودم من بعد از 20 سال گاهگاهی تو اون دانشکده که میرفتم میدیدم همچنان راینارد زلتن که جایزه نوبل اقتصادی رو برده بود روزگاری به هر حال ما با ایشون درس خونده بودیم و اینا من میدیدم هنوز دفترش اونجا هست خودش پیر پیر شده بود به زور حتی گاهی وقت مشاورانش دکتراندش اینو گاهی وقت کمکش میکردن میآوردن ولی از مغزش از این محفظه مغز ذهن که واقعا بریلانت بوده برای دانشجویان استفاده میکردن اساتید ما در داخل کشور این چند نفرهایی که موندند اونجا موندند اینها بهترین گنجینه های دانش و دانایی ما هستند ما به کمک اینها میتونیم بعدن اقتصاد ایران رو نجات بدیم من در اینجا استفاده میکنم خوشبختانه میبینم جوانان زیادی در داخل کشور الان ویدیوهایی هست گفتارهایی هست که ویدیویی سایت های تلویزیونی سایت های اقتصادی که قبلا بیشتر کتبی بودند کاغذی بودند روزنامه‌ای بودند الان خیلی فردای اقتصاد نمیدونم فلان فلان خیلی جهان صنعت هر کدومشون یه تیمی دارند که این تیم‌های اقتصادی جوانترهایی رو می‌بینم که واقعا درسشون رو خوب توی فضای اینترنتی اگر اساتیدشون گاهن اونطور کامل نبودن در بعضی از دانشگاه‌ها من دارم می‌بینم بسیاری از جوانان دانشمند ما فرهیخته ما حرفایی در زمینه اقتصادی می‌زنن که گاهی وقت این حرفای بعضی از این چیزای عوض می‌خوام واقعا باید بگم بعضا در این شبکه ایران انترنشنال افرادی میان مثل اون زمانی که ما کوچیک بودیم یک درس رو انشا می داشتن از یک کتاب انشا داشتن می خوندن توهین نشه ولی واقعا همینه آقای بهبانی بعضا اینها اینطورند من نمی خوام اسم ببرم به خدای نکرده یک چیز رو انشا رو تکرار می کنن نمیره حتی یه مقدار نیرو بذاره مثل این جوانان فرهیخته داخل کشور ما با ارقام رو آنالیز کنه با ارقام کار کنه گزارش ها رو به روز بکنه من نمیدونم این چه رانت رسانه ایه که به بعضی آدم ها میدن قبلنم صحبت کردم 7 هفته پیشم صحبت کردم و واقعا باید به اینها گفت خانه تکانی بکنید این جوانترها رو بیارید شما این جوانترها اسامیشون هم روشنه واقعا وقتی که میان به هر حال چند نفری هستن در همین شبکه ایران انترنشنال خوب کار میکنن کسایی هم هستن که انشا می نویسن در داخل کشور ولی خوشبختانه جوانان کار خوبی دارن میکنن توصیه من به عنوان فردی از نسل به هر حال یک کمی
قدیمیتر، سال خوردهتر، به این جوانانی که دارن کار میکنه واقعا دست مریزاد. این کار رو باید بیشتر و بیشتر دنبال کنن. ایران آینده به دست این جامعه شناسان، اقتصاددانان، کسانی که در حقوق بین المللی دستی دارند، تحقیقات بیشتر میکنن. به جای اینکه ما به هر حال شعر و ادبیات و اینها عالیه، خوبه، ولی جوانان فرهیخته نیرو رو روی علم و دانش و اینها بذارید. واقعا میشه امروز در فضای اینترنت هم خیلی چیزها رو آموخت و بعد این رو پشتوانه ای برای حرکت چند سال آینده بکنیم که بتونیم اون بحث عدالت انتقالی رو در عرصه‌های گوناگون تخصصی پیش ببریم. من این رو یک کمی به حاشیه رفتم ولی ضروری دیدم آقای بهوان. اما به صحبت آقای نیلی، خب دانشجویان این نوع اساتید در ایران درس خودشون رو دارن میگیرند و واقعا اون نوع نگاه به اقتصاد ایران، به جامعه ما، به ساختار اقتصادی خب فوق‌العاده کلیدی هست که میتونه راهنمای آینده کسانی باشه که میخوان برای کشور برنامه‌ریزی بکنن یا امروز رو بشناسن. وقتی که ایشون میگه نفت و صنعت دو موتور بزرگ بوده، خب شما ببینید نفت انرژی ما بوده، میلیاردها دلار بوده، با نفت بوده که امارات شد، عربستان آرامکو شد عربستانی که شهر نئوم رو داره میسازه، با نفت بود که کشورهای دیگر خلیج فارس، کویت، قطر، کشورها با گاز و نفت اینها به کشورهای ثروتمند تبدیل شدن. کشورهای زیر 2 میلیون تولید ناخالص داخلیشون آقای بهوانی شده به اندازه کشور 85 میلیونی ایران. امارات جلو افتاده از ما، کشورهای کوچکتر در تولید ناخالص داخلی به ما رسیدند، تازه بدهی مثل دولت ایران ندارند، تازه استهلاک هم ندارند میدانهای گاز و نفت اینها. اینا ادعا میکنن که ما بیشترین کارشناسان نفت رو داریم. بسیاری از کارشناسان نفت ما فرار کردن، رفتن در عراق، در جاهای دیگر دارن اونجا کار میکنن با 10 برابر حقوقی که در ایران میگرفتن. در همون عراق اگر پاشون به هامبورگ و به شهر به نروژ برسه بهوانی، به یقین 50 برابر 100 برابر حقوق میگیرند نسبت به حقوقی که در ایران دارن میگیرند. خب نفت که به این سرنوشت رسیده خاموش شده. صنعت رو هم شما الان یک قسمتی خوندید، میگه بخش خصوصی میتونه، هنوز که هر روز بخش خصوصی میتونه اگه این آزادش بذارن ولش کنند، اگه این اقتصاد رانتی دیجی کالا رو آزاد بذاره، پتروشیمی رو اینقدر دست رانتخاران نده، خودروسازی رو اجازه بده یه نفسی بکشه، فاسدینی که در این مدیران خودروسازی هستن، آخه کجا تونست یک تولید خودروسازی؟ لادا تونست در روسیه یا تولیدات کشورهای شرقی تونست با اقتصاد دولتی سوسیالیستی رشد بکنه؟ کوبای کوچک تونست؟ اگر چین نمیخواست بخش خصوصی رو پیشرفت بده، اگر نمیخواست یک سری اصلاحات بزرگ بکنه، خب نمیتونست به اینجا برسه. اینها با همون سیستم پلانهای بزرگ، گسپلنگ میگفتن، گسپلنهای بزرگ اقتصادیشون، اون مدل های کالخوز و صافخوز و برنامه های دولتی و فاسدتر از اونها دارن این اقتصاد رو از بخش خصوصی، خون بخش خصوصی رو گرفتن، صنعت رو به خاک سیاه دارن میکشونن. و از اون ورم که دارن با بازی، در همین روزها ما گزارش هایی دادیم که خود رئیس اسبق بانک مرکزی که زمانی میخواستن اون رو به هر حال بگیرن 10 سال محکومیت بدند، همون آقای ولی الله سیف رو، اون میاد میگه آقا ول کنید این مدیریت ارز رو شناور کنید و این مدیریت شناور ارز رو در ایران پیش ببرید، نذارید سالی 18 میلیارد دلار دزدی بشه به خاطر فاصله دلار نیمایی و ترجیحی با دلار آزاد. بیایید این 20 میلیارد دلاری رو که دزدا دارن میبرند رو به گونه ای در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنید، اشتغال ایجاد کنید.
بذارید که مردم نفس بکشن، بخش خصوصی رو تقویت کنید. خب کجاست گوش بدهکار؟ این فاسدین که اصلا هیچ جا نمیتونن، به دست یک فاسدی به نام فرزین دادند که همون به هر حال وزرای یا رؤسای قبلی بانک مرکزی در مقابل اینها آقای بهمانی اصلا واقعا فرشتند. همون همتی که خودش اشتباهات خودش رو داشت، یا همون ولی الله سیف نسبت فرزین بگیرید، اصلا نمیشه مقایسه کرد. هرچند اونها هم در دورانی خودشون کارگزاران همین دولت ها بودند، ولی خب صنعت امروز به این گونه به زیر فشار این هست. آخرین تیخا روی اتاق اصناف بوده، روی بخش خصوصی هست، و صنعت هم که در خودروسازی و جای دیگر هم که هر بار ما گزارش های دادیم از وضع وخامت بار اونها. های بهبانی، صحبتی از این پول های سرگردان نمیدونم پولشویی در حقیقت کردیم و من از شما پرسیدم نقشش در خارج کشور، مثلا همین کنفرانس نمیدونم گادیس معلوم نشد، بالاخره پولش کی داد؟ شما 30 چند نفر آدم رو بردین اسپانیا کنار دریا، بالاخره شام و نهار و مشروب و همه چی امکانات بهش دادی، وقتی ازش میپرسی که پولش رو از کجا آوردی میگه به تو چه. و داستانی که الان راه انداختن دوباره و در حقیقت همین از شاهزاده تا تاجزاده میبینیم ایران اینترنشنال جلوتر از همه است تو این زمینه. دارم میخواد تحلیل سیاسی شما رو واقعا بشنوم. بفرمایید. بله، روزگاری آقای بهوانی، مرجان اسمش الان شاید دقیق یادم نیاد، یه خانومی بود که در پتروشیمی یک دزدی های بزرگی کرده بود، بعد اومده بود این آقای مهدی خلجی رو هم دستش رو آورده بود توش. بعد یک صحبت از 6 میلیارد دلار، 8 میلیارد 6 میلیارد دلار پول بود. خب ایشون که اومده بود اینجا، اون آقای خلجی بعد صحبت یه خونه نمیدونم 2 میلیون تومانی 2 میلیون دلاری در کانادا، بعد البته ایشون این اواخر من دیدم خدا خلجی از اون جریانات به نظر میاد خارج شده، حالا خارج شده نشده خدا میدونه، من نمیدونم من اینجا، ولی بحثش در فضای مجازی خیلی در مرجان شیخ الاسلام مقصود شما؟ بله، مرجان شیخ الاسلام. بله ایشون که در داخل کشور، البته میگه خلجی میگه ازش جدا شده ولی پولا رو بعدم خلجی ازش جدا شده، ولی چه بازی او با ایشون کرده. بعد خب الان میبینیم آقای خلجی یه مقدار اشاره کسالت هست، مسیح هم از نعمات نعمتش بهره مند شده خیلی. بله الان هم چهره های، من خودم باز اجازه بدید که نگم، چهره های کنار آقای شهرام همایون، آقای حسن اعتمادی که به هر حال ایشون بازی جدیدی رو شروع کرده در فضای رسانه‌ای که دور قبل ما ازش انتقاد کردیم که جنبش زن زندگی آزادی رو تعرض کرده بود و حرفایی که زده بود که اون حرفا، اون اشتباه کوچکی نیست. ایشون باید به هر حال فراموش نشده، از حافظه ملت پاک نمیشه. ایشون باید جواب بگه که همینجوری آدم نیست، آدم که نمیتونه مست سیاسی بکنه بیاد هرچی بگه. یا اینکه به قول ما این جوانای اینجا در خارج میگن آقا تو مگه کشیدی؟ مگه داری اینجا حرفا میزنی؟ ساقیت کی بوده که به جنبش زن زندگی آزادی تعرض میکنی؟ بعد چطور میخوای بیایی تو که وقتی تمام فعالان جنبش زن زندگی آزادی رو میگفتی، گفتی که اینها نمیدونم یک شوی بوده، پشت اینها بوده، فلان چی رو پیرهن بردن پخش کردن، همه ماها رو زیر سوال برده بودی، آخه الان که دیگه نمیتونی در عرض یک ماه بیایی شما به هر حال بیایی از اتحاب دم بزنی. در کنار این چهره ها، چهره هایی هستن که به هر حال مسائلی از پورشویی رو خود جوانان کشور برن دنبال بکنن، در کنار این آیون هستند اون کسان. اجازه بدید که من این قسمت رو دیگه فعلا فاکتور بیام اسم نبرم، ولی به هر حال چون ممکنه مسئولیت هایی در کنارش باشه، ولی اینا وجود داره. خب این پول های سرگردان، پول هایی که به گونه‌ای
در پولشویی ها هستند. خب هر کاری، من یادم هست آقای نوریالا که اومده بودن با در کنفرانس پنجم یا در کنفرانس های دوم، سوم، چهارم و پنجم رو که ما در کل داشتیم، ما برای غذا یا برای اون توی رستوران ساده که پول نهار رو یک وعده رو فقط ما داشتیم که اون رو هم وقتی که جمع‌بندی کردیم آخر سر ایشون 15,000 رو واقعا به هر حال آوردن. بعد اومدن راجع به سکیوریتی اونجا به من گفتن سلیمی اینو چیکار کنیم؟ گفتم آقا من شرکت سکیوریتی من هست، این رو ما خودمون این قسمت رو به هر حال به عهده میگیریم. من یادم هست که ایشون چقدر با دقت این گزارش رو تنظیم کرد و واقعا خب افرادی که اومده بودن، حالا ممکنه چند نفری خیلی کم به فرض مسئولیتی در اونجا گزارشی فلان، ولی بقیه همه به خرج خودشون اومده بودن. اتاقهای ارزانی بود، ما ارزانترین هتل رو در کل در کاخ جوانان کل گرفته بودیم. با وسواس کنگره پنجم برگزار شد، کنگره های شیش و جاهای دیگر هم همینطور بود، برای اینکه آخر مسئولیت داره این، بعدا باید گزارش داد به مردم که آقا این 200 نفر در شهر کل بودند، این 200 نفر خرجش از کجا اومد، چیکار کردن، با کدوم پرواز اومدن. به هر حال اینها رو ما واقعا تا اون آخر، ایشون بعدا یه گزارشی داشت که نمیدونم $500 کمتر بود از کل اون 15,000 که خرج این کنگره شده بود، این کنگره پنجم شده بود. جاهای دیگر هم همینطور با حساسیت، ما هم هر بار جلساتی داشتیم با همین وسواس انجام دادیم آقای بهبانی. البته خب ما وقتی که الان میشنویم، آدم وقتی که پول داشته باشه، گزارش درست داشته باشه، پول از مجاری درستی اومده باشه، خب ما نمیخوایم بریم فقیر زندگی کنیم یا اینکه خودمون رو بدبخت نشون بدیم، ولی اینا باید روشن بشه آقای بهبانی، اینا باید کامل به هر حال واضح باشه، شفاف باشه، اینها مسئولیت دارن اینها. اما این یه طرفه، طرف دیگرش مسائلی بود که در اونجا گذشت، این دعواهایی که بعد از این کنگره را افتاد و هنوز ادامه داره و بحثایی که در حاشیه و در اصلش هست، اینها خواستن برن در اون کنفرانس دوستی و رفاقت و اینها ایجاد کنن. شما ببینید یک کسی از داخل کشور اومده میگه روده شاه دوم ایران و روده خامنه ای رو باید هر دوتا رو با هم دوخت و بعد توهین کامل داره میکنه. طرف خب فردی هم هست که میگه من چیز جانباز جنگی بودم، چهره ای هم هست، حرفایی هم در یه دوره بدی نزده، ولی داره با خشونت علیه محمد رضا شاه پهلوی، حالا این صوتش در اونجا پخش شد یا نشد من نمیدونم، ایشون خودش عضو یکی از این شوراهای که چند تا شورای الان هستند، عضو اونم هست این آقا. انسان تا گذشته بدم نبوده، معلوم نیست زده به سرش، معلوم چی شده، داره حمله میکنه به محمد رضا شاه پهلوی. من نمیفهم آخه الان موقع حمله به محمد رضا شاه پهلویه یا پهلوی ستیزیه یا شما رفتید اونجا چی بکنید؟ یکی به یکی میگه تو اینا بیماران رواری هستن، آقای عبدالستار دوشکی اومد پیش شما تحلیل کرد، بعد از اون میرن تلویزیون برنامه میذارن اونجا، دعواها رو دارن بیشتر بین آدما، همین آقای حسن اعتمادی داره دعوا رو گسترش میده به جای اینکه دوستی ها رو بین خانواده، بین این چند خانواده سیاسی. آقای بهبانی من چند جلسه پیش گفتم با شهامت دارم عرض می کنم، مجاهد پادشاهی خواه رو، ملیگرا چپ رو، چپ طرفدار پهلوی رو نمیتونه حذف بکنه. ما باید موجودیت هم دیگر رو قبول بکنیم، ما باید از ستیز علیه یک دیگر، ما میتونیم هم دیگر رو نقد بکنیم، ما میتونیم به سازمان مجاهدین بگیم آقا رئیس جمهور ما دام العمرت رو فراموش کن، ایران ایرانه 40 سال پیش نیست، خانم مریم رجوی. ما میتونیم به طرفداران پادشاهی بگیم از الان نیایید به ملت ایران تحمیل بکنید که یک پادشاهی خواب وارد ایران خواهد شد. همون به سرنوشت این جنبش های خیابانی میاد که دیدید که بعد میتونن عده ای از داخل جنگ سایبری بکنن علیه شما. خوشبختانه آقای رضا پهلوی دیگه در این صحبت های آخرش واقعا یک بار دیگر اون 3-4 تا شرطی که گذاشت، این دندان لق رو کشید و انداخت
که نیایید الان صحبت از رهبری بکنید، صحبت از الزاما نظام شاهنشاهی بکنید. ایشون خودش هوشیار در این زمینه. اون کسی که اومده میخواد رهبر جناح پادشاهی خواهان شاهزاده رو بذاره و بعد مصادره و مطلوب میکنه، میگه رهبر جمهوری خواهان و با کسفت ترین با وشه ترین در دعوا داره نرخ تعیین میکنه. اول با آقای رضا پهلوی به مشروطه خواهان یه امتیازی میده، بعد میاد میگه تاجزاده بهترین و شایسته ترین فرد جبهه جمهوری خواهانه. ببینید چی رو داره این آخوند بچه به ما تحمیل میکنه آقای بهبهانی. یعنی این همه مبارزه که صورت گرفت، خون دلها خورده شد، بحث ها شد تا ما اینو کندیم، این جرسومه رو، این جرسومه اصولگرا رو ما کشیدیم بیرون از اون همه اراجیفی که در حوزه خارج درس خارج چیز خونده بود. من عصبانی به امروزش نیستم که اومده ریزش کرده، ولی به این تقلبی که در آقا میکنه هنوز که هنوز مصادره به مطلوب آرام به شیوه آخوندی. خب رئیس پادشاهی خواهان که شاهزاده هستند، رئیس جمهوری خواهان این همه نیروی جمهوری خواه هست، از سکولار اینطورش، از لایکش، از نمیدونم خونخورده و شهادت داده و مبارزه جنبش مدنی کرده و جنبش دادخواهی کرده و سالها خون دل خورده و کار کرده رو همه رو گذاشته کنار، رهبر همه ما شده آقای تاجزاده. اینه میگن تقلب آخوندی، اینه میگن روزخانی که شما میگفتی، ولی به شیوه دستکاری پیچیده در این نوع دستکاری. یک روایت رو بفروش، جمهوری خواه رهبرش آقای تاجزاده است، تخم لق رضا علیجانی و بعد تفاهم. این داره اینطوری میکوبه، جای دیگر هم یه کنفرانسی در اسپانیا یه جور دیگر دارن میکنن. چرا آقای بهبهانی؟ به خاطر اینکه دورانی هست که باید وحدت ها، اتحاد ها و ائتلاف های سازنده وجود بیاد و بخشی از این اتحاد ها من بارها گفتم باید پشت پرده پخته بشه، به جای اینکه بیاییم شو بزنیم، به جای اینکه بیاییم مثل شوروی دوران آخر تبل بزنیم بگیم داریم تولید میکنیم، به جای اینکه بیاییم بشینیم با صبر با دقت با دلسوزی پشت پرده با هم نزدیک بشیم که داره میشه، که داره این کار انجام میشه، به جای اینکه کار بنیادی بکنیم، مهر و دوستی رو بذاریم، نه اینکه بیاییم شو ایجاد کنیم باز به هم دیگه حمله بکنیم، به جای اینها ببینید چه قائله ای دارن به پا میکنن برای ما. این نامش رو میذارن تحریف، مسخ، دریوزگی، فریب. آقای بهبهانی این شیوه نمیشه. دوباره جنگ سلیبریتی ها، دوباره بازی نمیدونم فلان برای ما. این ماجرا ماجرای پیشرونده نیست. من هشدار میدم به این بحث های رسانه‌ای آلوده، هشدار میدم اول به جوانان عزیز کشور ما، فرهیخته کشور ما، به نیروهای آگاه میان سالهایی که واقعا از دعواهایی که ما نسل ما کرد، ما زخم خوردگان این 50 سال 5 دهه هستیم. بخش بزرگی از ما به نسیان، به عقده های روحی و روانی جوانان میان سالگان، بخش بزرگی از ما به عقده هایی که یک عمر در ما بود، ما پیر شدیم با دعواهای ما. ما رو واقعا بشناسید، هر جایی که درسی میتونید از ما بگیرید بگیرید، هر جایی که نتونستید به هر حال از ما دوری بکنید. من اینو واقعا مثل دراویش ملامتی به شما نمیگم، اعتماد نکنید به این حرفای رسانه‌ای فاسد، اعتماد نکنید به این جلسات که میان پر رنگ و لعاب، اعتماد نکنید به اون صحبتی که میخواد 3 تا وزیر ببره به با علی خامنه‌ای با دولتش، در حال این کابینه و این فرماندهان سپاه و این حمید رضا جلایی پور فاسد که میگه آقای رضا پهلوی در نقش مسعود رجوی رو بازی میکنه در اون کاری که اون با عراق کرده، این داره با اسرائیل میکنه.
و میگه این خیانته به این حمید رضا جلالی پور، چهره اصلاح طلب همینه، اینها دوستان آیه تاج زادند، همین فاسدان، اینها به این راحتی عوض نمیشن. دوستان عزیز بخونید حرفای حمید رضا جلالی پور. میگه رضا پهلوی در دو دهه اخیر کاری که با اسرائیل کرده، یعنی رفته مهره اسرائیل شده، این کاری رو کرده که مسعود رجوی با صدام حسین کرده. خب شما از این نیرو آخه این چطور پس باور میکنید که چطور باور میکنید که یکی دیگر بیاد اون حرف رو بزنه به شما؟ میگید اینا چند جورند؟ نه، اینا همه اصلاح طلبند. آخه ریزش پیدا کرده، خیلی خوب اومده، خوش اومده به خونه نیروهای منتقد پیگیر، نیروهایی که خواهان برانداختن این رژیمند، کنار زدن این رژیم جنایتکارند. ما اونهایی که در این 40 سال مبارزه کردن برای اینکه رژیم رو پاک بکنند رو هنوز بسیارانی هستند و بازی پدر سوخته بازی هم نکردند، شگادی هم نکردند. یه روز اصلاح طلب بشن، یه روز طرفدار روحانی بشن، یه روز اعتدالگرا بشن، یه روز از مجلس ششم انتقاد بکنن توی مجلس هشتم وارد بشن، یه روز بگن علیه رئیسی باید با روحانی همراه بشیم مثل اون نگهدارهای فاسد که در خارج کشور هستن. اینطور نیست، اینطوری نمیشه با کسانی ائتلاف کرد. آقای مهربانی باید هوشیار باشیم، نسل جوان، نسل میانی ما رو، مثل توماج ما رو، اون جوانی که در داخل کشور هست نظاره بکنید. به هر حال باید مراقب بود، باید هوشمندانه با این ماجرا برخورد کرد. آقای مهربانی آره، با نظامی شما الان روبرو هستین که آدمی رو که میگفت من اسلحه دست میگیرم و از این نظام دفاع میکنم، اگر بخواد براندازا بیان من اسلحه دست میگیرم، یعنی صادق زیبا کلام، فرمایشاتش موجود است. مهمان کانال شهرام همایون شینشین بوده همیشه، این رو دستگیر کردن. یعنی همه دارن میگن از همه جبهه ها، از همه طیف ها میگن. الان تو همین انتخابات مجلس شما اشاره کردی، حلقه هی داره تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. عدم مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه 2%، آخه مثلا معنی داره؟ یعنی 2% برن رأی بدن؟ این داستان دستگیری این چیه آقای سلیمی؟ شما چجوری بهش نگاه میکنید؟ آقای زیبا کلام رو منظورتون؟ آقای بله بله. ببینید آقای مهربانی، آقای زیبا کلام یکی از پیچیده ترین شخصیت های این 20 سال اخیر بوده در داخل کشور. شما ببینید یک دوره دیگران هم همین چندین و چندین شخصیت این بازی رو، این کار رو انجام دادن. البته واقعیت اینه، اگر انصاف، آدم نباید این، ما نباید دچار بیماری پارانویا بشیم، بگیم هر کسی رو که مثلا به فرض الان دستگیر کردن یک بازیه. نه ببینید، اینها مگر الان شما نگفتید ساداتی نژاد رو دستگیر کردند؟ وزیر اینها بوده، اون که به هر حال چیز نبوده که. ببینید اینها سالها خاتمی رو ممنوع تصویر کردند شما، ولی اگر این پانورامای حرفای آقای، خود آقای صادق زیبا کلام رو بذارید در دورهایی که از همین رئیسی دفاع کرد، آقای بهبانی امیدوار بوده به این آقا، اینا واقعا یک مجموعه از صحبت هاست. از هر اصلاح طلبی اومد دفاع کرد، در یک جایی میگفت من لباس نظامی میپوشم جلوی براندازان نیستم، اسلحه میگیرم. خب ببینید این هر اون چیزی که در دوره های تونست کرد برای حکومت. ولی همین آقای نصیری هم یک دورانی کاملا یک اصولگرای ملتهب بود، متحجر بود، میتونه عوض بشه. انسان، ما به انسان، به انسانیت انسان، به انتخاب انسان نمیتونیم، هیچ گونه حقوق انسانیش هست. ولی اینکه این رژیم یه چیز نشون میده، شما میتونی یک عمر براش خدمت بکنی، وقتی که فاصله گرفتی باید بری در واقع در یه گوشه‌ای.
من چون آقای زیبا کلام نه بیرون اومده نه فعلا آسیبی داره، چون نه فرد فعال تشکیلاتی است نه رسانه‌ای داره، البته او به مراتب فردی مثل غزالی خطرناکتر از اوست و کسانی که میان با غزالی میشینند و این تلویزیون های همین ایران اینترنشنال که میاد افرادی مثل اینها رو میاره با این عنوان که اینها بیان نظر بدن. چه نظری بدن آقای مهبانی؟ پرو کنترا درست میکنن برای ما. اینها شدیدترین حملات رو شما ببینید. من بارها انتقاد کردم از آقای نتانیاهو، انتقاد کردم و از برخوردهایی که در یک دوره هایی که به هر حال خود درون اسرائیل هم انتقادهایی میکنن، ولی شما ببینید بعضی اوقات طرف اومده تماما داره از حماس دفاع میکنه. آره جشن گرفته و شهر همایون جشن گرفته و شینشن داره شدیدترین طبق تحت عنوان حمله به یک اسرائیلی خبرنگار که خب ما هم در یک دوره های انتقاد کردیم میکنیم، داره تحت عنوان انتقاد به او شدیدترین عواطف روحیات اسرائیل ستیزی رو داره پخش میکنه تحت عنوان دفاع از شاهزاده شهرام همایون. بیشترین ضربه رو کارد رو داره از پشت به رضا پهلوی میزنه آقای مهبانی. اصلا این نهایت نامرد اینه، یعنی سال هاست که بسیار با دوستی که وز میخوام آقای مهبانی، با دوستی که بسیار دوست من نزدیکه، من خیلی هم برحال ارادتی به ایشون دارم، بهش میگم آقا شما چرا توی اونجا توی برنامه های شرکت میکنی، فلان میکنی، بسار میکنی؟ یا من متعجبم از این آقای الله یار کنگلو که یک دورانی هم ما به ایشون حرکت های مشترکی هم داشتیم. آخه با هر عرازل اوباشی، با هر آدم فاسد پولشویی، هر کسیفی وارد بشه بره هر هر کرکر بکنن، آخه چه حرفی داری؟ آدم بی شخصیتی آقا. اون داستانم شما بهتر از من میدونی، اصلا ورودش به داستان ققنوس و اینا، ارتباطش با شاهزاده رضا پهلوی و اینها بر اساس خودش نبود، بلکه ارتباط ثانوی بود. بگذاریم بریم سراغ حسن روحانی و نامه‌ای که نوشته، اون رو چجوری تعریف میکنی؟ خب حسن روحانی میبینه آقای بهبانی که میخواست بره توی مجلس، حسن روحانی میخواست بره توی مجلس خبرگان بعد از مرگ سالها برش خواب رویا دیده بود. بعد از مرگ خامنه ای فکر میکرد خدا وکیلی هم اگه بگیری باسوادترین همه اینها بوده، از اول بوده، از اول بوده. فکر میکرد قدما سره بله به گونه ای فکر میکرد که اون وچه رفسنجانی رو با خودش داشته، 8 سال رئیس جمهور بوده با همه گفتار سخنانش داره. سخنرانیش تو مجلس اول کاملا پیداست، معلومه چجوری حمله میکرد، میگو همه رو بیارید اعدام کنیم، تو صف نماز جمعه اعدام کنیم. خیلی آدم عجیب غریبی بوده، یه مهره حساس اینها بود. فکر میکرد که به هر حال پاداشش رو از این رژیم، از این خامنه ای خواهد گرفت یا توی مجلس خبرگان. این نمیدونست که اون بازیگر بزرگترش، بازیگر دهرش که کوزه ای مثل خود این ساخت رو، خود اون رو به زمین زدند، یعنی رفسنجانی رو، یعنی هاشمی رفسنجانی رو، وقتی اون رو کشتند، آقا تو رو که دیگه، تو رو هم گوشتت رو چیز میکنن، پیش جانورای درنده میندازن. این کار رو کردن. این امروز از این وضعیت بسیار بسیار آزرده است. میگه بیشترین خدمت رو من کردم، حتی منو به اندازه یک آدم عادی هم اجازه ندادن که اصلا صلاحیت این رو، اصلا شورای نگهبان خوب کاری کردن با شاهد، واقعا دستشون در نکنه، به دست خودشون اینا خودشون رو باید از بین ببرن. هرچی اینها بیرحمتر باشن در تصفیه، الان حالا که همه انسانهای سالم رو اینا تصفیه کردن، الان باید هرچی بیرحمتر باشن آقای بهبانی، هرچی بیرحمتر، چون الان نوبت خودشون هست دیگه، در خودشون خودشون رو میزنن، یه جایی باید پایان پیدا بکنه. آخه ببینید شما اون دختر جوان رو، یک دختر نازنین گل 10-12 ساله رو چند تا از این گرگ ها حمله میکنن، شروع میکنن اینا کتک زدن توی پارکی آقای بهبانی، مثل کبوتر این بچه داشت فرار میکرد.
حالا چی کرده بود؟ شاید مثلا به فرض یک کمی مثلا صورتش رو مثلا تمیز کرده بود. یک همچین جنایتکاران این ها هستند. اینها باید به سزای جنایتشون برسن. اینها باید سالها کار بکنن. مثل اون اردوگاه هایی که در جاهای دیگر، اینها باید جواب این چیز رو بدن. به این راحتی نیست. قانون، عدالت، محکمه باید تک تک اینها رو تو همین کشورهای اروپایی هم ول نکردن. اینها رو اینها درست اینها رو نمیبرن شکنجه بدن در نظام حقوق بشر. این کار غیر انسانی است، ولی اینها باید کار بکنن. آقای بهبهان در هر سنی هستند. اینها باید برای غذای روزانهشون باید ثروت ها اینها این که ما ثروتاتون رو بهتون میدیم برید فلان بکنید، ما بیاییم با شما قدرت رو تقسیم میکنیم، ما سه تا وزیر به شما میدیم، کنفرانس کادیس، ما با شما برای اینکه خون راه نیفته فلان میکنیم. اول اینکه اونا همه شما رو گوشتون رو هم خواهند جوید، استخوان گوشتون رو هم خواهند جوید. چی دارید توهم ایجاد میکنند اینا؟ آقای بهبهانی، به هر حال آقای بهبهانی ما الان نگاه کنیم، ببخشید بزن اینو بگم، خیلی فهم میکنم کمک میکنه. ببینی اصلا یه شرایطی رو به وجود آوردن و حتی تاریخ به خودش چنین چیزی رو ندیده. یعنی ما دوره ایلخانان مغول رو هم داشتیم، دوره مغولا رو داشتیم، دوره بعدش بنوان ایلخانان رو داشتیم، در هیچ دوره اینگونه نبوده. شما نگاه کنید الان این داستان دماوند و دهات اطرافش مثل جابون و سربندون و همین جایی که الان ازش اسم برن آرو، اینا میگه که پلیس به سمت معترضین شلیک میکنه و میگه دلیل اعتراض شهروندان مخالفت آنها با انتقال آب منطقه خود به ویلاها و شهرکای اطراف است. این ویلاها و شهرکای اطراف یعنی همون باستیل لواسون، یعنی همین جایی که همین خانواده لاریجانی و اینها تو این مناطق جابون و سروندون اینا خیلی خیلی ویلاهای شیک و عظیمی رو ساختن برای خودشون و مناطق رو برای خودشون در حقیقت یه بهشتهایی رو ایجاد کردن. میدونی که اینجا جز مناطق بسیار بسیار خوش آب و هوای کوهپایه البرز، نه هوای مرطوب مازندران رو داره، نه هوای داغ و صحرایی تهران رو، بلکه هوای بسیار بسیار لطیفی رو داره این مناطق. و اینا برای خودشون اونجا ویلاهایی درست کردن. پلیس مردم رفتن گفتن آقای آب مال باغ، مال کار ماست، مال زمین ماست، یعنی چی برین تو باغ و ویلای اینا که اینا مثلا اونجا بشینن تماشا کنن، منقل بذارن پای نهر آب، همین و جلوی آب رو ببندی و این کارا رو بکنیم. مردم رفتن اعتراض کردن، پلیس به سمت اینا شلیک میکنه. اصلا حیرت انگیز شرایط در درون ایران. هیچ قومی، هیچ حکومتی در تاریخ جهان، نه فقط تاریخ ایران، این رفتار رو با مردمان خودش نکرده، اینو لجبازی رو با مردم خودش نکرده. اینا دیوونه شدن. خامنه‌ای به نظر من خفت عقل داره، دیوانه است، یه پیرمرد دیوونه است. نمیدونم تعریف شما چیه. ببخشید کلامتو قطع میکنم. نه، صد در صد حال شده، دیوانه شده آقای مهربانی. و این ما واقعا اینها به آخر رسیدند، اینها به آخر رسیدند. و اینها یک حرف نصیری درسته میگه، این حکومت مدت کمی دیگر میمونه. اینو حداقل اینا فهمیدند، بخش بزرگی از ریزشی ها اینها فهمیدند که این حکومت دیگه هیچ گونه کنترلی به خودش نداره. این گونه که اینها دارن به جان همدیگه افتادن، این وضعی که الان دارن به سر به روزهای در واقع ماها یا به هر حال سال سالهای آخر دارن واقعا با نهایت سرکوب، خشونت
دارن اقتصاد رو با سرعت بقیه چیزها رو به نابودی میبرند. کشور آقای مهبانی، شما ببینید اون گزارشی که شما دادید امروز، وقتی که بیش از 1.25 میلیون خانه در یک شهری خالی باشه و اینقدر مردم گرسنه زجر دیده در خیابانها در حاشیه‌نشینهای شهر باشند، ببینید که چه پتانسیلی از به هر حال انفجار در این جامعه هست و این انفجار در عرض چند روز در ایران کار رو تمام خواهد کرد و اینها خوب میدونند. اینا اگر میبینیم اینطور با خشونت به قول شما هر جایی با گلوله هر جایی اینطوری سرکوب میکنن، ضرب شستشون میدن، به خاطر اینکه میدونن که واقعا قدرت انفجار چقدر بالاست. من به یقین اینو میبینم که جنبشی بسیار بسیار فراتر، اگر در اون موقع نسل جوان ما اومدند، این جنبشی که داره میاد و این میزان از نارضایتی و تبعیض‌هایی که در کشور شده به حال، ما با چند جنبش بزرگ تمام این گزارش‌های از اوضاع اقتصادی اجتماعی، این ارقام و آماری که ما دنبال می‌کنیم، داریم در هر جایی میگیم که وضع به کجا رسیده، به چقدر وضعیت به هر حال اسفباری رسیدیم ما، به خاطر اینکه ابعاد در واقع این برآمدهای اجتماعی رو هم بیشتر ما توضیح بدیم. نگاهی به این اوضاع نشون میده که مردم ناراضی در همه جا دارن آماده میشن برای به هر حال روند نهایی تصفیه حساب با اینها. آقای مهمان، شنوندگان ارجمند، صدایتون رو ندارم قربان. بله میدونم، متاسفانه خیلی شرایط عجیب و غریبی است. البته در مورد همین آقای نصیری بارها گفتم، ایشون توی گفتگوهایی که در درون ایران داشت و مطرح میکرد با همون آقای محبی و اونها که اونا طرف مقابل این نشسته بودن، این آدم میگفتش که این نظام خود برانداز است، سمت خود براندازی میره، اصلا اپوزیسیون خارج کشورم بی خودی داره تقلا میکنه. بعضیش میپرسن خب اگه تو باور داری به خود براندازی نظام، پس این رفتار تو چیه؟ میگم من برای بعدش دارم تقلا میکنم. من این رو هیچ وقت یادم نمیره، گفت من برای بعدش دارم تقلا میکنم. اینکه صادق زیبا کلام توی ویدیویی میگه آقا برید ببینید که این همه یه موقعی فقط دانشجوهای فارغ التحصیل شریف و فنی و امیرکبیر و یعنی اون پلی‌تکنیک میرفتن از ایران بیرون، الان کار به پرستار و پزشک و رادیولوژیست و همه اخشار رسیده و میگه این همه آگهی صدور ویزا، نمیدونم اقامت برات میگیرم در استرالیا، برات اقامت میگیرم در حبشه، برات اقامت میگه، یعنی حاضر یارو بره حبشه ولی تو ایران نمونه. خب برید بررسی کنید علتش چیه، چرا این داره این اتفاق میفته. این آدمو گرفتند و دادگستری میگه که بله خب این از چند تا حکم داشته، ما یکیشو داریم فعلا اجرا میکنیم، یعنی خبر میده که این فعلا در زندان خواهد بود. و همونطور که شما گفتی این نظام هر روز به سمت شکست شدن یه قدم نزدیکتر میشه و یک قیام و قعود کافیه که این نظام رو بر بیاندازد. بازم از شما ممنونم، سپاسگزارم مثل همیشه از اینکه مهر میکنی، وقت میذارین، این کانال تلگرام تالار اقتصادی البرز رو اداره میکنی، از سایر دوستان کمک گرفتین و یک در حقیقت کار کدید کارستان. گفتم نگاهی به این کانال خیلی خیلی کمک میکنه به ما تا اینکه ببینیم که شرایطمون چیه. حتی اونایی که میخوان نمیدونم سرمایه گذاری کنن
دلار بخرن، دلار بفروشن، هر کاری میخوان بکنین به این تالار اقتصادی البرز قبلش یه سری بزنید. اطلاعات از درون ایران است، اطلاعات مربوط به آقای سلیمی و نمیدونم آقای جمشید اسدی و اینا نیست. کارشناسان درون ایران در مقالاتی که می نویسن، مقالات فنی که می نویسن، این دوستان اونا رو جمع میکنن اینجا منتشر میکنن. بنابراین حرف از زبان خود اونهایی که درون نظام هستن، درون مملکت هستن میشنوی. بنابراین من از شما آقا نهایت سپاس دارم از وقتی که با ما میدی، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزان خانواده محترم و گرانقدر، خصوصا همسر دانشمندت که میدونم فعالیت‌های زیادی رو انجام میدن، صمیمانه تشکر میکنم و آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما، سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب آقای مهربانی. امیدوارم که بتونیم هر کدوم ما به هر حال در نوبه خودمون برای این حرکت‌های آینده برای کشور ما در این شرایط حساس، قبل از هر چیز واقعا جوانان رو و نسل آینده رو دعوت بکنیم و بتونن این اوضاع سخت رو هدایت بکنن. امید و باز هم امید آقای مهربانی. من از شما سپاسگزارم. سپاسگزارم مهر، متشکرم، ممنون. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت برورن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاس گذارم. ممنون از شما.